یکی از اشتباهات بسیاری از ماها این است که ما تصور میکنیم که ما برای دین هستیم نه عزیزی برادر دین برای انسان است نه انسان برای دین اون بحث حلال و حرام که مشخصه در اسلام من روی اون صحبتی ندارم یک کسی برداشت سو نکند بگوید که پس انسان آزاد چی دوست داره بخوره و هرچی نخوره ای که امروز در جامعه ما و شما و در عرف ما و شما طلاق ننگ میدانن شرم ساری میدانن این در دین نیست این عرف جامعه است عجیب منطقه داریم بعضی از ما مسلمان ها به آیات ازدواجش افتخار میکنیم فخر میکنیم ولیکن آیات طلاقش ننگ میدانیم برای خود مای ما شرم میدانیم اگر مسلمانی معتقد به باور اسلامی هستی کوشش کنید که زندگیتان طبق اصول قوانین دین باشه انسان در همه انتخابهایش آزاد است یعنی به این معنا که هیچ کسی هیچ فردی هیچ نیرویی هیچ گروهی هیچ قومی حق نداره چیزی را که خودش میپسندد یا دوست دارد بر بالای هم نوعش تحمیل بکند شما وقتی در آیات متعددی در قرآن نگاه میکنید و در روایاتی متعددی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینید در میابید که انسان آزاد آفریده شده است و هیچ کسی حق نداره انسان را محصور کند یا انسان را در تنگنا قرار بدهد بلکه دینم که آمده، قرآنم که آمده به خاطر این که زندگی انسان جهت ببخشد و برای انسان معنا و مفهوم آزادی را به معنای واقعی بیان کند و انسان را به رشد و ترقی و تعالی برساند. یعنی دین در خدمت انسان است نه انسان در خدمت دین. یکی از اشتباهات بسیاری از ماها این است که ما تصور میکنیم که ما برای دین هستیم نه عزیز برادر دین برای انسان است نه انسان برای دین شما وقتی این باریکی را تفکیک کردید اونگاه موضوع را دقیق درک میکنید که هدف چیست وقتی فهمیدی که دین برای انسان آمده برای ساختن زندگی انسان برای تنظیم روابط انسان برای جهت دادن انسان برای هدف من ساختن انسان اونگاه از دین بهتر استفاده می کنی. اما اگر به این تصور و فکر شده که نه من برای دین آفریده شدم یا من باید در خدمت دین باشم اونگاه هدف اصلی زندگیت فراموش میکنی اونگاه همه را فدای قربانی خواسته های خودت میکنید یا همه را فدای دین میکنید شاید بسیاری ها این نکته را حزم کرده نتوانند یا دقیق رویش اگر فکر کنید به نتیجه میرسید به اون لحاظ انسان آزاد آفریده شده در همه انتخاب هایش آزاد است در انتخاب عقیده انسان آزاد است اختیار دارد که چی نوع اعتقاد و باوری داشته باشد حتی خالق ما هم که انسان را آفریده آفریدگار هست او نمی خواهد و نمی پسندد که کسی او را به زور عبادت بکند بنده او را به صورت نارضایتی عبادت و پرستش بکند از روی مجبوری و تحمیل او را قبول بکند به عنوان خالق به همون لحاظ فرموده لا اکراه فی الدین اجبار نیست اکراه نیست در پذیرشی دین یعنی در اکراه و اجبار نیست که تو حتما باید به زور بپذیری که خالق کیست مالکیت کیست آفریدگاریت کی هست بلکه تو اختیار داری به همین لحاظ در همه موارد انسان آزاد است در شیوه زندگی کردنش هر کسی به یک نوعی میخواه زندگیش به اصطلاح سر و سامان بده به یک شیوه خاصی میخواه زندگی بکنه در انتخاب خوردنی ها غذا ها هر کسی یک نوعی از غذا را دوست داره اون بحث حلال و حرام که مشخص در اسلام من روی اون صحبتی ندارم یک کسی برداشت سو نکند بگوید که پس انسان آزاد هرچی دوست داره بخوره و هرچی نخوره در انتخاب زندگیش آزاد است در انتخاب عقیدهش آزاد است در انتخاب خوراکیهایش آزاد است در انتخاب لباسش آزاد است به امول از شما در دنیای اسلام وقتی نگاه میکنید تمام مسلمان ها یک نوع لباس ندارند یا ظاهر همه یک نوع آراسته نیست کشورهای اسلامی مختلفی میبینید که در اینجا لباس های مختلفی است چون اینها به اساس ذوق و سلیقه خود انسان ها انتخاب میشه یعنی ما حق نداریم که لباس ما را سر کسی تحمیل بکنیم که حتما باید می لباس استفاده بکنیم حتما باید نمی رقم ظاهرت باشه حتما بعد از او قضایی که ما دوست دارم تو هم دوست داشته باشیم حتما باید زندگی تا به شکل زندگی ما تنظیم بکنیم یه حق هرگیز ما نداریم نه از لحاظ دین و نه هم و منطقا یعنی کار عقلانی نیست که در او جایی که انسان آزاد آفریده شده و برایش حق آزادی داده شده از طرف خالقش آفریدگارش ما بیاییم مداخله بکنیم و زندگی و رو به در تنگنا قرار بدیم به همول در انتخاب همسر انسان آزاد است چقدر اسلام به زیبایی این موضوع را مطرح میکنه دختر و پسر مسلمانی که با هم خواهند روابطی داشته باشند زن و شوهر هم دیگر باشند به اساس یک و قانون هم دیگر میبینن صحبت میکنن رضایتشان اگر بود خوب نبودیش. و حتی اسلام یک قدم فراتر از این موضوع گذاشته شما میبینید میگه بعد از که شما با هم ازدواج کردید نکاح کردید فرزن یک سال دو سال پنج سال ده سال گذاشت ولیکن به این نتیجه رسیدین که زندگیتان در تنگنا و در مشکل قرار گرفته شما حق دار قایده رو وزه کرده به نام طلاق شما از هم دیگر عزتمندانه جدا می شایی ای که امروز در جامعه ما و شما و در عرف ما و شما طلاق رو ننگ می شرم ساری می این در دین نیست این عرف جامعه هست چه جهالت بدتر از ای باشه که شما زندگی چند انسان قربانی بسازید پینجاه سال او را به جهنم نگاه بکنید در یک فامیل و در یک خانواده ای که او حتی آرزوی یک ساعت ماندن در او خانواده را نداره تحملش هم نداره این شما بگید به خاطری که غرف ما هست ننگ ما هست قوم ما نمیگه سیب اجازه نیست عجیب منطقه داریم بعضی از ما مسلمان ها به آیات ازدواجش افتخار میکنیم فخر میکنیم ولیکن آیات طلاقش ننگ میدانیم برای خود مای شرمساری میدانیم در انتخاب شوق انسان آزاده هر کاری که در توانش است استعدادش داره تواناییش داره در انتخاب تعلیم هر مضمونی که میخواد بخواند بعضی از ما متاسفانه برداشت غلط داریم سر فرزندانمون تحمیل میکنیم بچیم تو باید نمی رشته را بخوانی باید نمی چیزی که من میگم من میره بخوانی نه بگذارید اگر دختر است اگر پسر است او چیزی که علاقمندی داره به او چیزی که ظرفیتش داره به او چیزی که تمایل داره برای خواندنش حالا در بخش تبابت باشه در بخش زراعت باشه در بخش به مهندسی و انجینری باشه در بخش علوم دینی باشه در بخش ریاضیات و فیزیک باشه در هر بخشی که باشه تحمیل نکنیم سرش که او باز یک عمر حسرت اینو بخورد که والله کاش فلان مضمون و فلان رشته و فلان بخش میخواندن کار درست نیست عزیزان من انتخاب شیوه زندگیش چی نو میخواه زندگی بکنه تنهایی میخواه زندگی بکنه با فامیل میخواه زندگی بکنه اینجا منظورم است که ما در عرف ما در جامعه ما زندگی ها طوری طرح شده عرف ما طوری است که پنجشش نفر اعضای فامیل یعنی برادرانه که همه صاحب زن و اولاد هستن همه باید با هم زندگی بکنن این عرف است کار دین نیست شاید یکی نخواه با دیگری زندگی بکنن شاید همسرانتان نخواهند با هم دیگر زندگی بکنن هر کدامش دوست داره زندگی مستقلی داشته باشه خانه جداگانه داشته باشه زندگی جداگانه داشته باشه اون یکی بحث ضرورات است یکی بحث عرف عنانات است اون سر جایش است اما ما از لحاظ شرعی چون هر چیزی رو در جامعه یا ما میارن ارتباط به دین میدن هر چیزی رو میاریم و به دین ارتباط میدیم من میخوام این نکته رو بیان بکنم که قضایا متعلق به دین نیست که تو بیاری همه چیز رو به اصطلاح به دین ارتباط بدی و از زندگی با این زیبایی که خدا آفریده با این وسعت زمین و کائنات تو زندگی رو برای کسی تنگ بسازی ما متاسفانه متاسفانه در بعضی از موارد بعضی دینداران ما از خود سوی استفاده میکنیم یا دین خدا را یک ابزار قرار دادیم و به اصطلاح به فرق مردم زده روانیم میبینی که طرف مداخله میکنه با لباس یک کسی با طرز زندگی و شیوه زندگی یک کسی و عزیزی برادر جان برادر انسانها آزاد آفریده شدن ما حق مداخله نداریم در زندگی فردی کسی در زندگی اجتماعی کسی یعنی به این معنا به یک نکته خلاصه کنم که تو حق داری هر طوری که میخوای زندگی بکنی فقط دو نکته را مد نظر داشته باشی اگر مسلمانی معتقد به باور اسلامی هستی کوشش کنید که زندگی تان طبق اصول قوانین دین باشه و دومی که از همه مهمتر است اگر مسلمان هستی یا غیر مسلمانی که تو هر طوری میخوای زندگی بکن اما ضررت برای کسی نرسه کسی را متضرر نسازی هیچ فردی هیچ گروهی هیچ جامعه ای را هیچ اشیاء و اشجاری را حتی حیوان را متضرر نسازی بنان عزیزان من انسان در انتخابهایش آزاد است بیاییم که دیگه از صلاحیتهای من سوی استفاده نکن دین و وسیله و ابزار قرار ندهیم برای تحمیل کردن خواسته هایمان بر سر افراد یا جامعه وقتی که میگیم انسان آزاد آفریده شده ما از زندگی خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این موضوع رو به سراحت میبینیم شما جایی پیدا نمی کنید که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر کسی چیزی رو تحمیل کرده باشه اجباراً. بارسترین نمونه ایش شما در فتح مکه میبینید وقتی مکه فتح میشه تعداد کثیری از غیر مسلمان ها مشرکین در اینجا زندگی میکنن هیچ کسی پیامبر اجبار نمیکنه سرش که تو باید ای لباس بپوشی از این خوراک استفاده کنی باید این طور باوری داشته باشی این طور مفکوره ای داشته باشی باید بیای مرا مینیس پیانبر قبول بکنی نه برای مردم اعلان میکنه هر کسی که اسلام رو به اختیار خودش به ذوق و به شوق خودش میپذیرد از همون امتیازه که یک مسلمان برخوردار است اون برخوردار است و کسی که نمیپذیرد اسلام کاملا در سایه حکمت اسلامی آزادانه زندگی کند و باورش هم حرمت میگذاره کاملا در سایه حکمت اسلامی زندگی کند آزادانه و هیچ کسی حقی تعرض با مال و با جان و با فکرش نداره امیدوارستم که موضوع رو درک کرده باشید ما برنامه های کمکی متعددی داریم چی در ماه مبارک رمضان و چی در غیر ماه مبارک رمضان در ماه رمضان برنامه توزیع افطار هست برنامه توزیع مواد خوراکی برای فقرا هست و همچنان توزیع پول نقد است برای هموطنان بی وزاعتمان. او برادران به خواهرانی که علاقمندی سهمگیری در این بخشی از کمک های رمضانی دارند ما به تیم کاری ما و بنیاد خیریه ما در خدمت شما زن دل قرار دارد و همچنان در بخش تعلیم و تعلم عزیزایی که میخوان در این بخش سهمی داشته باشند ما الحمدلله خوشبختانه مرکز قرآنی داریم و همچنان دارال ایتامی داریم که در خدمت شما زن دل قرار داریم و عین قضیه عزیزایی که در بنای مساجد میخوان سهم داشته باشند همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنم مساجد تحت کار داریم که عزیزای ما میتوانند در این بخش ها سهم بگیرن و در بخش آبرسانی حفر ها همین طور که از این به ما و تیم کاری ما و بنیاد خیریه ما با جان و دل در خدمت شما ایزان قرار داشتیم از این به بعد هم در خدمت شما هستیم نکته آخری که میخواهم تذکر بدم این است که تا زمانی که مطمئن نمیشوید به آدرس ما کمکتان نفرستید به خاطر اینکه صفحات جلی متعددی جور شده در فیسبوک، در یوتیوب، در اینستاگرام، در تیک که افرادی هستند از نام ما و از آدرس ما و بنیاد ما سوی استفاده می کنند به همان خاطر همیشه شماره دفتر ما در زیل ویدیو ها نشر میشه عزیزایی که میخوان سهم بگیرن با او شماره دفتر پیام بگذارن انشالله مستقیما با خود برادر کوچکتان وصل میشوید و مطمئن میشوید از فرستادن کمکتان